انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. بحثمون در رابطه با خطبه مبارکه 163 نهج البلاغه بود. حضرت در این خطبه اون دیدگاه عظیم توحیدی خودشون رو به صحنه می آورند تا انشاءالله که ما متذکر اساسی ترین عقیده خودمون یعنی توحید بشیم. حتما مستحضرید که این جملات و حضرت در بین مردم می فرمودند، در کلاس درس و مدرسه و بین متخصصان نبود، و این نشون میده که توحید هرچه هم عمیق باشد باید سخن روح و قلب همه انسانها باشه. بحث اون جلسه تا اینجا رسید که حضرت فرمودن الحمد لله خالق العباد و ساعت علمهاد و مسیل الوهاد و مخصب نجات، که بحث مقام الحمدللهی بحث شد، که مومن آرام آرام به جای میرسه که تمام زیبایی های عالم هستی را و ارتباطش رو به حضرت حق متوجه میشه، که بحثش گذشت. بعد حضرت می فرمان لیس لاولیتهی ابتداءون ولا لازلیتهی انقضاء، هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل. می فرمان لیس لاولیتهی ابتداء، حضرت حق اول است اما نه اولی که ابتدا داشته باشه. خب اینا میگن که ما بفهمیم ولا لازلیتهی انقضا. خب ازل در مقابل ابد است، یعنی از اول بودن. بعد میفرمان خب این ازلیت حضرت حق ازلیتی نیست که خب یه جا تمام بشه. شروع نداشتنش یه بحث است، اما نه اینکه شروع نداره ولی انتها داره. بعد می فرمان هوال اول ولم یزل، اولیست اما فقط اول است، همش اول است. خب در صورتی که شما این یه اولی هست که خب مثلا میگیم اینجا اول میزه، خب بعد از یه مقدار که بیان دیگه اول نیست. یعنی اگه این میز اینجاش اوله، خب یه خوده که بیان جلو دیگه اول نیست. این چه اولی است که فقط اول است، همیشه اول است؟ والباقی بلا اجل، حضرت حق باقی است اما نه باقی که تمام بشه، به انتها برسه، بی نهایت نباشه. اگر نظر عزیزان باشه رو این قضیه که ارزش هر انسانی به عقیده توحیدی شه، و اصلا اسلام که بالاتر از بقیه ادیان است به توحید شدید ترشه. در روایت داریم که سوره الله الصمد و 6 آیه اول سوره حدید اینا تو هیچ دینی نبوده است، توحید صمدی. خب الله الصمد اگر از این یکی گفته بفهمد سرش به خطره، یا باید درست بفهمد یا باید وارد نشه. صمد، صمد یعنی از نظر لغت یعنی توپر، توپر. این هم که معنی میکنن یعنی بی نیاز، معنی حقیقیش این نیست. از همین حاشیه قرآن که حاشیه داره نگاه کنید، از قول امام صادق می فرمان که شیئی که تو خالی نباشد، مجوف، آجره مجوف دیدین دیگه، میگن چیزی که لا مجوف. خب این سوره تو
توحید سمدیست. خب اینا انشاءالله باید روشن بشه آروم آروم. یا شش آیه اول سوره حدید.